فصل 15. در این اثنا باجگیران و خطاکاران ازدحام کرده بودند تا به سخنان او گوش دهند. فریسیان و ملایان یهود قرولون کنان گفتند این مرد اشخاص بی سر و پا را با خوشرویی میپذیرد و با آنان غذا میخورد. به این جهت عیسی مثلی آورد و گفت فرض کنید یکی از شما 100 گوسفند داشته باشد و یکی از آنها را گم کند. آیا 99 تای دیگر را در چراگاه نمیگذارد و به دنبال آن گم شده نمیرود تا آن را پیدا کند؟ وقتی آن را پیدا کرد با خوشحالی آن را به دوش میگیرد و به خانه میرود و همه دوستان و همسایگان را جمع میکند و میگوید با من شادی کنید، گوسفند گم شده خود را پیدا کردم. بدانید که به همان طریق برای یک گناهکار که توبه میکند در آسمان بیشتر شادی و سرور خواهد بود تا برای 99 شخص پرهیزکار که نیازی به توبه ندارند. و یا فرض کنید زنی 10 سکه نقره داشته باشد و یکی را گم کند. آیا چراغی روشن نمی کند و خانه را جارو نمی نماید و در هر گوشه به دنبال آن نمی گردد تا آن را پیدا کند؟ و وقتی پیدا کرد همه دوستان و همسایگان خود را جمع می کند و می گوید با من شادی کنید، پولی را که گم کرده بودم پیدا کردم. به همان طریق بدانید که برای یک گناهکار که توبه می کند در میان فرشتگان خدا شادی و سرور خواهد بود. باز فرمود مردی بود که 2 پسر داشت. پسر کوچکتر به پدر گفت پدر سهم مرا از دارایی خودت به من بده. پس پدر دارایی خود را بین آن دو تقسیم کرد. چند روز بعد پسر کوچک تمام سهم خود را به پول نقد تبدیل کرد و رهسپار سرزمین دوردستی شد و در آنجا دارایی خود را در عیاشی به باد داد. وقتی تمام آن را خرج کرد، قحطی سختی در آن سرزمین رخ داد و او سخت دوچار تنگ دستی شد. پس رفت و نوکر یکی از ملاکین آن محل شد. آن شخص او را به مزرعه خود فرستاد تا خوک‌هایش را بچراند. او آرزو داشت شکم خود را با نواله‌هایی که خوک‌ها می‌خورند پر کند، ولی هیچ کس به او چیزی نمیداد. سرانجام به خود آمد و گفت بسیاری از مزدوران پدر من نان کافی و حتی اضافی دارند و من در اینجا نزدیک است از گرسنگی تلف شوم. من برمیخیزم و پیش پدر خود میروم و به او میگویم پدر من نسبت به خدا و نسبت به تو گناه کردم. دیگر لایق آن نیستم که پسر تو خوانده شوم. با من هم مثل یکی از نوکران خود رفتار کن. پس برخاست و رهسپار خانه پدر شد. هنوز تا خانه فاصله زیادی داشت که پدرش او را دید و دلش به حال او سوخت و به طرف او دوید. دست به گردنش انداخت و به گرمی او را بوسید. پسر گفت پدر من نسبت به خدا و نسبت به تو گناه کردم. دیگر لایق آن نیستم که پسر تو خوانده شوم. اما پدر به نوکران خود گفت زود بروید بهترین قبا را بیاورید و به او بپوشانید. انگشتری به انگشتش و کفش به پاهایش کنید. گوساله پرواری را بیاورید و سر ببرید تا مجلس جشنی برپا کنیم. چون این پسر من مرده بود زنده شده و گم شده بود پیدا شده است. به این ترتیب جشن و سرور شروع شد. در این هنگام پسر بزرگتر در مزرعه بود و وقتی بازگشت همین که به خانه نزدیک شد صدای رقص و موسیقی را شنید. یکی از نوکران را صدا کرد و پرسید جریان چیست؟ نوکر به او گفت برادرت آمده و پدرت چون او را صحیح و سالم بازیافته گوساله پرواری را کشته است. اما پسر بزرگ قهر کرد و به هیچ وجه نمی‌خواست به داخل بیاید. پدرش بیرون آمد و به او التماس نمود، اما او در جواب پدر گفت تو خوب می‌دانی که من در این چند سال چطور مانند یک غلام به تو خدمت کردم و هیچ وقت از اوامر تو سرپیچی نکردم و تو حتی یک بزغاله هم به من ندادی تا با دوستان خود خوش بگذرانم، اما حالا که این پسرت پیدا شده
بعد از آنکه همه ثروت تو را با فاحشه ها تلف کرده است، برای او گوساله پرواری می‌کشی. پدر گفت: پسرم، تو همیشه با من هستی و هرچی من دارم مال توست. چطور می‌شود در این روز جشن نگیریم، شادی نکنیم؟ این برادر تو است که مرده بود، زنده شده است و گم شده بود، پیدا شده است. در اینجا سمت اول این نوار پایان می‌پذیرد. برای ادامه شنیدن کلام خدا، لطفاً نوار را به سمت دوم برگردانید.